من راستش گشتم، خودتونم حتما این کار انجام دادید. اتفاقا من دوست دارم بریم سراغ این پیاده سازی های رایجی که از اثر انگوش هست. فکر میکنم با من موافق باشید که تقریبا 90% تیوتوریالی که روی این زمینه وجود داره، راهنماهایی که روی سایت ها و وبلاگ های مختلف وجود داره، داره یک روش رو میگه. درسته؟ همشون دارن چی میگن؟ همین 10 تا استپی رو که ما اشاره کردیم رو در واقع توضیح میدن که چجوری چک بکنید پرمیژن داره، چجوری چک بکن این مثلا هاردویر بک، چجوری چک بکن کی گارد منیجر سکیور داره، چجوری کلید رو بساز، چجوری کلید رو بذار تو کی استور، بعد سایفر رو بساز، سایفر کریپتو آبجکت رو بساز، اونو پاس بده به فینگر منیجر و و و همه داستان. دو سه تاشو آوردم من اینجا، سامپل کدای هم که هست از هموناست. حالا دو تا راهنماشو گذاشتم که اگه دوست داشتید ببینید. مرحله اول که در مورد بحث پرمیشنه، برای اینکه این پرمیشن رو ما اضافه بکنیم در واقع بشه به فایل مانیفستمون اضافه میکنیم به این ترتیب که مشخص بشه این پرمیشن رو ریکوایرد و در زمان اجرا میتونید در واقع از طریق چک پرمیشن بیاین مشخص بکنید که آیا این پرمیشن رو من دارم یا ندارم. اگه ندارم که اصلا وارد این پروسه نمیتونم بشم، طبیعتاً که خطا به کاربر میدم، میگم که من پرمیشن ندارم هیچ. بعد نکته بعدی کی گارد منیجر و فینگرپرینت منیجمنت سرویسه. شما برای اینکه بتونید روی اندروید در واقع با فینگرپرینت کار بکنید، این دوتا آبجکت رو نیاز دارید. یه دونه اینستنس از فینگرپرینت منیجر، یه دونه اینستنس از کی گارد منیجر. فینگرپرینت عملیات ارتباط بین سنسور دستگاه با فینگرپرینت دی رو در واقع برقرار می‌کنه. کی گارد منیجر ارتباط شما رو بعد از این با کی استور در واقع کی مستر فراهم می‌کنه. خب این کدی که اینجا هستش در واقع این کار رو در واقع این انجام میده، ببینید در واقع اکتیویتی مثل آن کریتش این کار انجام میده. خب بعد چک کردن یک سری ستینگا، یعنی شما قبل از اینکه بخواید این اثر انگشت رو فعال کنید، اینا کجاست؟ مثلا تو تنظیمات اپتون گذاشتین فعال کردن اثر انگشت، این اونجاست که بیاین مثلا پرمیشن رو چک بکنید و بیاین فعالش کنید. قبل از اینکه بخواید به کاربر بگین آقا اثر انگشت فعال شد، باید چیکارا بکنید؟ یه چند تا کار باید انجام بدید که حالا اینجا هست، من بعداً کامل‌ترش می‌کنم. خب یکی از کارهایی که اون دو تا اینستنس رو ساختین، اینجا باید بیاین چک بکنید ببینید که این کیگارد شما سکیور هست یا نه. ببخشید دوستان اگر ریزه و نمیتونین همه دوستان ببینم، من عذرخواهی میکنم، من فقط رنگش رو تونستم مثل تو جلسه قبل درست کنم. کیگارد شما سکیور هست یا نه. این سکیور بودن چیه؟ یعنی اینکه روی دیوایستون شما یه لاک سکیور گذاشتید یا نه. این کاری با این نداره که دیوایس شما لاک الان یا آن لاکه، فقط چک میکنه پین پترن پسورد های روی دیوایستون دارید یا ندارید. اگر نداشته باشین این فالس برمیگردونه و اصلا نمیتونید فینگرپرینت رو فعال کنید. دیگه چیا؟ چک سلف پرمیژن چک میکنه که آیا من پرمیژنشو دارم یا ندارم، که اینجاست. این پرمیژن رو من دارم، یوزر اینو به من داده یا نداده. و این بخش هم چک میکنه که حداقل یه دونه اثر انگوش آیا روی دیوایس تعریف شده یا نشده. حداقل یه اثر انگوش باید تعریف شده باشه از قبل. اگه این فالس برگ، پس این سه تا شرط حداقلی رو شما باید رعایت کنید. شروط دیگه ای هم هست، حالا بعدا میگم. پس این سه تا شرط رو چک میکنید، هر کدومش فیل بشه شما نمیتونید اثر انگوش رو فعال کنید. یه نکته این، قبل از اینکه ادامه بدیم یه نکته دیگه هم بپرسم، چقدر از موبایل بانک کوین استفاده میکنید که فیچر فینگرپرینت داره؟ کدومی که از دوستان الان استفاده میکنن؟ بیشتر دوستان استفاده میکنن. اخیرا فعالش کردین؟ کیا اخیرا این فعال کرد؟ میخوام ببینم خاطره ای دارید ازش یا نه. وقتی فعال میکردین چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی شما وارد برنامه شده بود؟ نه منظورم زمانی که فقط فعال میکنید، نه اون زمانی که میخواین لاگین کنید باشه. اون مثلا رفتین تو تنظیمات فعالش کردین، زمانی که فعال کردین چه اتفاقی افتاد؟ یعنی یه دکمه از چی بهش میگن تاگل باتن اسمش، اونو مثلا زدید همین درجه روشن شد، گفت اوکی شد یا نه؟ چقدر ازشون گرفت؟ آیا مورد دیدین غیر از این باشه؟ چند تا اپلیکیشن دیدید که این کارو نکنه؟ خب حالا اسم نبرین اپلیکیشن هایی هستن که اصلا شما نمیگن. چه ریسکی داره دوستان؟ میگه فعال شد، این شرط ها رو چک بکنه، میگه فعال شد اوکی. خب چه مشکلی داره؟ صاحبش نباشه این چیکار کنیم؟ یعنی اون دیوایس دست مثلا آنلاکه، افتاده دست من، بدم یه دونه اصلا انگوش تعریف کنم و به هر تعریف، یا نه اصلا غیر مجاز نیست، من و شما مشترکه از یه دستگاه استفاده میکنیم، من رفتم تو موبایل بانکم فعال کردم گوشی دست شما اصلا انگوشتون رو سیستم تعریفه. این اپلیکیشن چجوری میخواد بفهمه که اون لحظه‌ای که داره یکی اصلا انگوشش روی سنسور میکشه کدومشینه؟ هیچ
هیچ کاری نمی‌کنه اون لحظه واسه شروع کنه، مگر اینکه دقیقاً مشخص باشه که اینا دو تا یوزر مجزان. ولی اگه این مشخص نباشه، یعنی اثر انگشت‌ها شما باید تو یه پروفایل کاربری تعریف بکنید که امکان پذیره دیگه. شما میتونید برای یه کاربر مثلا 10 تا اثر انگشت تعریف کنید، مثلا 10 تا هم واسه پاش تعریف بکنید و اینا، درسته؟ 20 تا مثلا، حالا به قول شما 5 تا. اگر یه کاربر دیگه اثر انگشت بشه، آیا این تشخیص میده این مال یکی دیگه است؟ نه، به خیلی راحت آنلاک میشه میره وارد دستگاه. حتما اون لحظه دوستان اون دیالوگ چیز باید فراخوانی بشه، از کاربر بخواید که اثر انگشتشو بکشه و اون کلید رمزنگاری که الان در ادامه میگیم تولید میشه، حتما باید به اون اثر انگشت بایند بشه، نه اثر انگشت دیگری. این یک مورد پیاده سازی غلط هست. من چون سورس کد راستش نداشتم، حالا نمیخواستم از اپلیکیشن بیارم، چیز نکنم. خودتون لطفا مراجعه کنید. پس متد اتنتیکیت رو اینجا یه بار باید کال بکنیم، تو این سمپل ما نیست. متد اتنتیکیت که همون دیالوگو میاره. آدم اینه که بس میشه به هر فینگرپرینتی بایند شد، فرقی نمیکنه. اون فقط چک میکنه که این اثر انگشته که کشیده شده رو دیوایس بوده یا نبوده. چون میگم از اپ شما خارج میشه دیگه، اینا دیگه در اختیار سیستم عامل. اندروید میاد اثر انگشت از کاربر میگیره. اون دیالوگ اثر انگشت که میاد، میاد از کاربر اثر انگشت میگیره. اگر اثر انگشت روی دیوایس تعریف شده باشه، یه ترو فالسی برمیگردونه به اپ، میگه اوکی اثر انگشت درست بود، این عملیات چیز. بعد اپلیکیشن رو ترو فالس از اندروید میگیره، ادامه کار. حالا اگه من و شما میگم روی پروفایل کاربر جفتمون تعریف کرده باشیم، اولا این بایپاس میشه، درسته؟ این مشکلیه که وجود داره. خب این از اینجا. من خیلی بلد نیستم مثل دوستان شما حرفه‌ای بیام روی کد راستش توضیح بدم، فقط یه سری خطایی که نسبتاً میفهمم و توضیح میدم، ببخشید خودتون بخونید. بعد از کنم خدمتتون که میایم این متد بعدی جنریت کیه. زمانی که اومدید شما این شروع رو چک کردید، باید کلید تولید کنید. اون کلید رو شما نمیگین کلید چیه، فقط مشخصه هاشو میگین، اصلا سایفر سوت و اینطور چیزا رو مشخص میکنید. تو این سمپل میبینیدش. اول اومدیم تو جنریت کیه، یه ذره اینستنس از اندروید کی استور گرفتیم. دقت بفرمایید اون پارامتری که به عنوان ورودی به گت اینستنس پاس میدین تو این خط، اینو حتما باید بذارید اندروید کی استور. دوستان روی فینگرپرینت نمیتونین بذارید، مثلا بانسی کسه نمیتونیم چیز دیگه بذاریم، چون مثلا با اون کار نمیکنه. بانس کسیف کی استورش فایل بیس، مثلا فرمتش هم فرق میکنه، فقط باید بذاریم کی استور، چون پارامترهای مختلفی میگیره. این پرووایدر هم بعدن ولش داشتن، مثلا خلاصش کردن، یعنی دیگه خوش متا این هنوز به خاطر سازگاری با ورژن پایینتر است. یه چیز دیگه هم بعضیا چک میکنن تو این سمپل کد نیست، چیه؟ مربوط به ورژن اندرویده. کدوم ورژن ما میتونیم فینگرپرینت استفاده بکنیم؟ 6 به بعد مارشمالو دیگه، درسته؟ میشه API ورژن 23، درسته؟ از ورژن API ورژن 23 هست که فینگرپرینت اومده. حالا اگه سامسونگ اومده تو ورژن نمیدونم 4 اندروید هم کیس چیز داره، فینگرپرینت داره، ما باش کاری نداریم راستش بخوای. اون یه کار حرکتی برای خودش داره. اصلا این موضوع بحث ما نیست. ما در مورد نمیدونم ورژن 5 بود یا 4، من خودم دیدم. حالا فکر کنم شما هم دیدید، مثلا گلکسی اس 5 بکنم وقتی کیت اومده بود بیرون دیگه، درسته؟ مثلا اثر انگشت داشت. در حالی که هنوز اندروید مارشمالو نیومده بود. واس خودش یه پیاده سازی خاص داشت. بعدن همه استانداردش کردن. بخاطر ما در مورد اونا صحبت نمی‌کنیم. سامسونگ روشای خاص خودش رو داره، تقریبا به اپلیکیشن هم چیز خاصی نمیده دیگه، فقط خودش داره ازش استفاده می‌کنه. ما این روشو داریم میگیم که تو اپلیکیشن لول قابل استفاده است. پس این کی استور ساختیم، بعد پایینش این کی جنراتوری که در واقع داریم بهش یه سری مشخصه ها میدیم. ببینید پشت فینگرپرینت شما کلیدی که می‌سازید هم می‌تونه سیمتریک باشه هم اسیمتریک. تو مثالایی که در ادامه داریم کلید سیمتریکه. مثالی که دوستمون گفتن، من میخوام با روشی اسیمتریک توضیح بدم که آخر سر توضیح میدم. اکثرا اینو با سیمتریک پیاده سازی کردن تو راهنمای آنلاین که میبینید. پس یه کلید، خب بهترین الگوریتم سیمتریکی که ما میتونیم پیاده سازی بکنیم چیه؟ AES. تو کی استور از ورژن 6 به بعد این پیاده سازی شده، قبل از 6 نیست. قبل از 6 یادتونه دیگه، قبلش صحبت کردیم. مثلا تو ورژن 4 و 3 اندروید حتی رو دیوایس های مثل نکسوس که سخت افزاری کی استور ساپورت میکرده، فقط الگوریتم اسیمتریکی مثل RSA میتونستین استفاده کنید. گفتیم که از ورژن 6 به بعد الگوریتم سیمتریک اضافه شد و این خیلی کامل. پس شما میتونید اینجا بیاین تو سایفر سوتش بگین کی پراپرتیزتون کی الگوریتم AES. میتونید مشخصه های بیشتری هم بدین، مثلا بگین پدینگش چی باشه، طول کلیدش چقدر باشه، اینا رو هم میتونیم بگیم. ولی به صورت دیفالت اگه نگیم، فکر میکنم این کلید عدد دقیق مطمئن حضور ذهن ندارم، فکر میکنم این کلید 256 بیتی با پدینگ PKCS7 بهتون اضافه میکنه، تعریف میکنه.
فکر میکنم. حالا اینو باید چک بکنیم. اگر خیلی دقیق‌تر خودتون می‌خواید اینو باید خودتون اینجا تعریف کنید. می‌تونید به راحتی با کی پراپرتیز همینجوری تعریفش بکنید. کی پراپرتیز خوب تو ورژن 6 به بعد اضافه شده. اصلا رو 4.3 شما همچین کلاسی ندارید. همچین اینویشنای اصلا وجود نداره. یه سری هم که خب طبیعتاً اکسپشن هست، همه استپا می‌بینید اینا رو باید هندل کنید. من دیگه خیلی بهشون نپرداختم راستشو بخواید. مثلا اینجا نو ساچ الگوریتم اکسپشن میگه. مثلا شما یه سایفرسوت اونجا استفاده کردین، ساپورت نمی‌کنه کی استور. اکسپشن بده که بتونه منیجش بکنه. بله. 10 دقیقه وقت دارم. خب پس خیلی سریع میدم که. خب مرحله بعدی ببینید اون کلیدی که ما تعریفش کردیم اینجا یه مقدار میتونیم از طریق کی جنریشن پارامتر اسپکه همچین چیزش کنیم، کامل ترش کنیم. دقیقاً حالا تو ادامه است. میایم میگیم که کی استور رو لود کن، بعد یه کلید رو با این اسپکی که اینجا میگم با از طریق یه بیلدر اینیشییتش کن. پرپزش انکریپت دیکریپت، یعنی برای انکریپشن و دیکریپشن استفاده می‌کنه، نه ساین و وریفای. مود عملیاتش CVC نیاز، اینم خیلی مهمه دوستان. این خط set user authentication required میگه که این کلیدی که تو کی استور میاد میشینه با authentication user روی دیوایس باینده. اگه اینو true پاس بدید مثل این مثال، اون لحظه که این کلید میخواد باز بشه قبلش باید user authenticate شده باشه، چون تا اینجا اینکه نمیدونه شما میخواین با fingerprint کار بکنید، این کی استور یه چیز مستقله دیگه، اطلاعی نداره. شما به کی استور میگین این کلیده رو حتما بایندش بکن با authentication، اینو حتما ترو میدید بهش، هدینگش هم اینجوری ست میکنید، بعد جنریت میکنید و یه کلید داخل کیستور ساخته میشه. ما فقط تا اینجا چک کردیم که آیا دیوایس میتونه فینگرپرینت ساپورت بکنه، کلیدم ساختیم. خب از کلید چه استفاده باید بکنیم؟ برای اینکه بشه از کلیدی استفاده کرد، یه آبجکت سایفر میسازیم که اون آبجکت سایفر قراره بهش بگید که چیکار بکنه. طبق همون کاربردی که قبلا گفتیم میایم میگیم آبجکت سایفر قراره با الگوریتم AES کار بکنه، همون پارامترهای مشابه رو بهش پاس میدیم. مود CVC، پدینگش هم PKC7. بعد زمانی که کی استور در واقع لود کردین، این کلیدی که قراره در اختیار این قرار بگیره یه اسم باید داشته باشه که بعدا با همون اسمه، با اون کی الیاس یا کی نیمه باز دوباره بهش مراجعه میکنه. یه اسم هر چی دوست دارید، یک اسم یونیکی باید براش در نظر بگیرین داخل اپلیکیشنتون که تو اون پروفایل شما یونیک، تصادفا دو تا اپ حتی اسمای یکسان داشته باشن هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون خودش یه پریفیکس بهش اضافه میکنه. این سری هم که اکسپشن داد، یعنی ما تا اینجا کلیدو ساختیم، یه آبجکت سایفر هم ساختیم که از طریق اون کلید میتونه عملیات رمزنگاری رو انجام. حالا اگه شما چیزی رو با این سایفر انکریپت کریپ بکنید دیگه میتونید بعدش بگین که اینو کجا استورش کن، مثلا دوست دارید کجا استور بشه، حالا کاری نداریم باشه. تو این مثالی که اکثرا شما میبینید این کارو میکنه، میگه بیا یه دونه کریپتو آبجکت بساز. کریپتو آبجکت چیز خاصی نیست، یه آبجکته. خب که یه کلاسی هست به نام فینگرپرینت منیجر که قبلا اینیشییتش کردیم، گفتیم یه اینستنس از کریپتو آبجکت بساز. با چی؟ پارامتر ورودیش هم سایفر است که توی اسلاید قبل داشتیم، قرار این روش کار بکن. همین که اینو میسازینش، در واقع این اینیشیالایزیشن سایفر که توی اسلاید قبلی بود موفقیت آمیز انجام شد، میاد داخل از کی استور استفاده میکنه، این آبجکتی که ساخته شده رو انکریپت میکنه. بعد حالا معمولا تو راهنماها نمیگن دیگه با این چی کار کن، همین داریش. بعد یه چیزایی هم باید پیاده سازی بکنید، یه هندلرای رو مثلا میگه که زمانی که شما میخواید هنوز قبل از اینکه اتنتیکیشن رو کال بکنید، یه کنسلیشن سیگنال ست بکنید، یه کانتکست دارید که اون کنسلیشن سیگنال رو بعد تعریف حتما بکنید که عرض کردم یه حالت سایکلیکی پیش نیاد که این سنسور کراش کنه. بعد هم که آخرین مرحله است یه استارت اتنتیکیشن. هر زمان که میخواین یوزر رو با فینگرپرینت، مثلا دیالوگ چه این صفحه لاگین اپو میارید بهش میگین یوزر پسورد بزن یا با سر انگشت چیز بکن، این متد رو کال میکنید که میگین استارت اتنتیکیشن. این میاد چیکار میکنه؟ هم کنسلیشن سیگنالی که ساختین رو بهش پاس میدین، باز دوباره پرمیشن رو چک میکنه، بعد اتنتیکیشن رو کال میکنه، اتنتیکیشن بهش جواب برمیگردونه و بعد ادامه داستان دیگه. یه سری ما یه سری انویدیشن دادیم که وضعیت‌های برگشتی فینگرپرینت منیجر به شما میده، خطا خود سکسسفولی بود، ممکنه خطا نداشته باشه فیل شده، مثلا اصلا انگشت شما تمیز نبود، مثلا کشیدی سنسور تمیز نبود و خیلی خطا، که اینجا حالت‌های مختلف رو منیج می‌کنین فیل بودنشو و اینا رو از طریق اون در واقع اتنتیکیشن هلپر پیاده سازی کرده دیگه. حالا میتونید بسته به هر کدومش هم یه سری خطاهایی رو به کاربر بدید. خب تا اینجا کار یه ایشو بزرگی داره، یه ذره میتونیم به من وقت بدید؟ مثلا 10 دقیقه که الفی 10 دقیقه شما چرا؟ بله بله آها یه رو وقت داریم بله باشه حسن. بله باشه.
خب چند تا اشکال هست. چیزایی که اینجا توضیح میدن تو این راهنماها ذاتاً غلط نیست هیچ کدوم. منتها یه سناریوی کامل نیست. اگه شما بر اساس این روش کار بکنید چه چیزایی باید بهش اضافه بکنید تا یه سناریوی احراز هویت با فینگرپرینت رو صورت کامل پیاده‌سازی بکنید. تو این سناریو نمیگه که بعد از اینکه فینگرپرینت رو کشید، بعد از اینکه کی استور باز شد و اون کریپتو آبجکت دوباره در اختیار شما قرار گرفت، خب باش چیکار کن؟ چیکار می‌کنم باش؟ اصلا اون کریپتو آبجکت چی توشه؟ چه چیز با ارزشی؟ درسته. وقتی کی استور باز شه، کلید در اختیار قرار بگیره، کریپتو آبجکتی که شما دارید و انکریپت کرده بودید و بتونید دیکریپت کنید، یعنی همه چی درست و امن پیاده‌سازی شده. ولی بعد باش چیکار کنید؟ به سرور چی میگین دوستان؟ چجوری سرور رو مجاب میکنید که این کار برای احراز هویت شده؟ همونجوری که گفتم فینگرپرینت یک روش لوکال اتنتیکیشنه، نه سرور ساید اتنتیکیشن. چه اتفاقی باید این وسط بیفته؟ راههای مختلفی داره. یکی از راهاش چیه که اینو ما بخوایم سناریو تکمیل بکنیم؟ یوزرس. مثلا بیایم از کاربر بخوایم که آقا شما میخوای با فینگرپرینت اتنتیکیشن، اوکی، یعنی به جای یوزر پسورد فینگرپرینت بکشی. ولی من باید به سرور بفهمونم که شما اتنتیکیت شدی رو دیوایس. کماکان سرور فینگرپرینت رو نمیفهمه که. کماکان اطلاع نداره که کاربر چجوری روی اپ شما لاگین کرد. باید به سرور چی بدید؟ همون چیزی که همیشه میدادید. رو اون روت لاگینش چی معمولا برای سرور میفرستید؟ مثلا یوزر پسورد. مثلا API توکن. JWT توکن یا هر چیز دیگه. درسته؟ خیلی از سناریو پیاده سازی سخت. مثلا پیاده سازی توکن های JWT و اینا تو این سناریو به درد نمیخوره. چرا؟ عمر توکن های اکسس کوتاهه. امروز من میخوام چیز بکنم، من یوزر پسورد زدم، یه اکسس توکن گرفتم، روی دیوایس ذخیرهش میکنم، یعنی انکریپتش میکنم، میذارم رو شیر پرفرنسز یا اکانت منیجر. فردا میام دوباره از سر انگشتم میکشم. اون اکسس توکنی که انکریپت کرده بودم دیروز گرفتم، از رو شیر پرفرنسز یا اکانت منیجر برمی‌دارم، دوباره میفرستم برای سرور. لازمه توکن شما حداقل یه روز اعتبار داشته باشه. و اکسس توکن زمان اعتبار شاید لازم باشه 5 دقیقه تا 10 دقیقه باشه، نه بیشتر. درسته؟ معمولا هم یوزر پسورد خیلی کارگشاتره. یعنی شما یوزر پسورد از کاربر بعد بگیرید، اون لحظه‌ای که اثر انگشت رو ازش خواستین بکش، همه شرایط رو چک کردین، دیالوگ اتنتیکیشن رو تو تنظیماتتون آوردین، اگر همه چی موفقیت آمیز انجام شد، اون یوزر پسورد رو انکریپت کنید و مثلا ببرید توی جای استورش کنید. دفعه بعد که دوباره می‌خواید اتنتیکیت بکنید، اثر انگشت رو می‌گیرید، همه فرآیند کامل انجام میشه، شما رو به اون یوزر پسورد به صورت کلیر می‌رسونه. یعنی یوزر پسورد از تو شیر پرفرنسز می‌خونید و روت لاگین رو صدا می‌زنید. چند تا ایراد هست. یکی اینکه سکیوریتی فیچر این یا یوزابیلیتی. خیلی جا داشته شو بخواید اثر انگشت اصلا هیچ سکیوریتی اضافی ایجاد نمی‌کنه دوستان. یعنی با پیاده سازی که می‌بینن. بیشتر یه چیزیه که به کاربر میگه که کار راحت‌تره. پس اینا رو با هم قاطی نکنیم. نه این تو چنج لاگمون بزنیم سکیوریتی فیچر ما سکیوریتی رو شیکوندیم. فلان کردیم، چیکار کرد، ال کرد. نه واقعا یه فینگرپرینت اضافه کردیم که کاربر باشه کلیک انگشت بزنه لاگین کنه. سکیوریتی اضافی ایجاد نکرد. دوم اینکه سکیوریتی فیچر با سکیوریتی فیچر فرق میکنه. یه مثال ساده و سریع بزنم. تا حالا به لولای در دقت کردین دوستان؟ چقدر از در لولاشون از بیرون در دسترسه؟ چون شما بدونید که قفل دری داشته باشین لولاشو باز بکنید در جدا میشه. دقت کردین به این؟ در یک موجودیت فانکشناله، نان فانکشنال که نیست، ساخته نشده لزوما امنیت ایجاد بکنه. بعضی جا چرا؟ ولی کارش یه چیز دیگه است. حتی اگه در رو بگیم یا المان امنیتی، 100% لولا سکیوریتی فانکشنالیتی نداره. لولا کارش اینه که روان این در باز کنه، بجنه که مثلا این در بلند کنید بذارید این و در رو بتونید هول بدین باز بشه. پس این نان فانکشنال نیست دیگه، فانکشناله. ولی باید سکیور باشه. پس لوله ها جوری درست میکنن که از بیرون پیچش رو نتونین باز بکنین، بسته‌اش رو نتونین در بیارین، چون کل این مکانیزم امنیتی که این دره است رو میتونین دور بزنید. خب یه عکس خوبی هست، اینو نگاه بکنید. یه راهی یه گیتی داره، همه میان راحت میتونن از دو طرف گیت برن. از این چیزا زیاد هست واقعا دوستان. این اینجوری نشه. میخوام بگم سکیوریتی فیچر با سکیوریتی فیچر اثر انگشتی که بعد پیاده سازی بشه به درد نمیخوام. یوزر پسورد بزنیم باشه. من هفته پیش یکی از اپلیکیشن های موبایل بانک همینجوری دور زدم. بخاطر پیاده سازی بعد بدون اینکه اثر انگشت ولیدی بکشم تونستم لاگین کنم و رفتم. این اتفاقی که میفته. پس نیاییم یه سکیوریتی فیچر رو بعد پیاده سازی بکنیم. به صورت کلی هم بگم، اگر ما 100% برای امنیتی سیستمی قائل بشیم، 90%ش سکیور فیچره، نه سکیوریتی فیچر. یعنی هر فیچری که پیاده سازی می‌کنیم باید امن باشه. در دل خودش. پس نمی بگیم فایروال میذاریم، آنتی ویروس میذاریم یا لاگین داریم. چیزایی مثل اکسس کنترل، اتنتیکیشن
به هر روشی که دارید اینا سکیوریتی فیچر هستن، سکیور فیچر نیستن. اینکه لزومم اگه یوزر پسورد از کار برم میگیرم معنیش نیست که سکیور دارم این کار انجام میدم، اصلا انگشت دارم معنیش نیست که سکیوره. یه اصلی هست به نام کامپلت میدییشن. تو این لایه بندی های اپلیکیشن چیزی تو اندروید هم فکر کنم مدییتور اینا دارین دیگه، درسته؟ واسه این ابجکت های دی تی او اینا که برای ترانسفورمیشن دیتا به این لایه هاست، برای مدییتور داره. اون مدییتوره که اون نقش واسطه داره، یه اصلی هست به نام کامپلت میدییشن، یه اصل واسطه گری کامل، یکی از اصول طراحی امنه. اگه فرض بفهمید اپلیکیشن شما اینجا باشه، یه ریکوستی بفرسته برای دسترسی به این ریسورسی که اینجاست، مثلا بیاد بگه این رکورد رو بس من ثبت کن یا این دیتا رو واکشی کن به من بده، اینو سکیوریتی کنترلی است که شما سمت سرور باید پیاده سازی بکنید. کدومه؟ مثلا اتنتیکیشن، مثلا اکسس کنترل، مثلا کریپتوگرافی یا هر چیز دیگری. وقتی که من بیام یه ترو فالسی رو از متد اتنتیکیتد بگیرم، بعد به سرور هیچ بدون اینکه هیچ المان امنیتی پروواید بکنم، متد لاگین رو کال بکنم، سرورم به من اجازه بده بیا برو تو، یعنی شما این اصل واسطه گری رو دور زدید، از این مسیر اومدید به اون ریسورس دسترسی دادید به کاربر، صرف اینکه من یه اثر انگشت دارم. یعنی اگه اصلا خب نکته ای که هست اینه که واقعا امکان فرستادن سیگنال ترو فالس رو اون متد کالبک وجود داره و اینو به صورت تئوری هم در واقع تشریحش کردن که چجوری شما میتونید اون سیگنال کالبک رو با استاتوس ساکسسفول روی اثر انگشت بفرستید به یه اپ و دور بزنیدش و اپ گول بخوره و یه ریکوست بزنه به سرور بگه که آقا موفق نشدید. پس حتما باید شما بگید که من احراز هویتمو سمت سرور دارم انجام میدم، که خارج از بحث ماست. یعنی حتما باید سرور سایت باشه، که چون بحث ما بیشتر به اندروید هست من واردش نمیشه. این یک اصلی است که باید محقق بشه. لوکال اتنتیکیشن روی اندروید که حالا مثلا دیالوگای این شکلی رو در واقع ما داریم، چه برای ورود چه برای تایید عملیات حساس. ببینید بعضی وقت شما کاربرتون وارد سیستم شده، وارد اپ شده، داره یه کار حساسی انجام میده، ازش میخواین دوباره تایید بگیرید. دو تا روش توی اندروید واسه این هست، هم کانفرمیشن پروتکشنی که عرض کردم و که از طریق حالا چیز از یوزر و پین و پسورد و ایناست که از ورژن 6 به بعد قابل استفاده کنم، که بایومتریکه که یه همچین شکلی رو میبینید، حالا کاربر انتخاب میکنه با کدومش لوکال اتنتیکیت بشه. من خیلی سریع بدم و یه گایدلاینی هم اونجا بگم که در واقع کدوماش باید پیاده سازی بشه. ببینید این کارا رو خیلی سریع پس برای پیاده سازی بیام چک بکنیم. پرمیژن، این هاردویر بک بودن کیستو رو نگفته بودیم، اینجا هست، از طریقه میتونید چک بکنید ببینید کیگارد منیجر در واقع این کلیدتون روی هاردویری یا سافتوریه. بعد دوباره لاک اسکرین رو چک بکنید که کیگاردتون سکیور باشه، یه اثر انگشت تعریف شده باشه روی دیوایستون. پرمیژن هینه ایج رو چک بکنید. بعد میتونید فورس بکنید که حتما از سخت افزار استفاده بشه. این به صورت کلی ها، هم تو بایومتریکا هم توی کانفرمیشن ها نهایتاً کلید رو بسازید و اینها. من از این رد میشم ولی تو اسلاید هست، لطفا خودتون بهش بپرید. حالا من اون کد چیزم بگم، کدی که برای خدمتتون عرض بکنم که این کد رو من میذارم براتون. این کدی که در واقع من دیگه خیلی واردش نمیشم چون فکر کنم وقتمون تمومه، احتمالاً سوالی چیزی هست ان شاء الله بعدش بهمون بپردازید. این کد در واقع میگه چجوری همین مکانیزم ذخیره سازی یوزر پسورد رو از طریق فینگرپرینت پیاده سازی بکنه. میاد یه کلید متقارن درست میکنه، همه کارا رو مثل سمپل قبل، فقط یه فرقی داره. مثلا ممکنه یه دیالوگ از کاربر بیاد بگیره بگه یوزر پسورد رو تام وارد کن، یا یوزر پسورد شو تو آخرین لاگین که مثلا ممکنه یه دقیقه یا 30 ثانیه پیش بوده تو حافظه نگه داشته، بعد اون یوزر پسورد رو از طریق کلیدی که تو کی استور میسازه انکریپت میکنه و استور میکنه. این سناریو به صورت کامل هست. من راستش فکر کنم نکته خاصی نیست، چون تقریبا 90% کد مثل همون مثال قبله، به جای اون کریپتو آبجکت شما اون کریپتو آبجکت رو داخلش یوزر پسورد رو قرار میدین و مثلا میبرین توی اکانت منیجر یا شیر پرفرنسز نگه میدارید. پس دیتا به صورت رمزنگاری شده است، اون دیتا رو کسی ورداره به داره کسی نمیخواد. حتما باید از طریق اثر انگشت کی استور باز بشه، دیتا دیکریپت بشه، بعد شما بتونید اونو بفرستید. من دیگه واردش نمیشم چون زمان میبره و خیلی تکراری. و جواب سوال اون دوستمونم بدم حالا در مورد سیمتریک. ببینید اون سمپل کدی که شما میخواین تقریبا یه همچین چیزی میشه. شما گفتید که من یه سری یوزر دارم قبلا از طریق دستگاه فیزیکی اثر انگشت میکشیدن، حالا نداریم، چیکار کنیم؟ نمیشم که اثر انگشت رو از روی دیوایس فرستاد سمت سرور، اینا چه اتفاقی واسهشون میفتن؟ شما به جای اینکه یوزر پسورد رو نگه دارین و به جای اینکه یه کلید سیمتریک بسازین یه کلید اسیمتریک بسازین، یک بار خب کلید اسیمتریک یعنی چی؟ یعنی زوج کلید خصوصی و عمومی. خصوصیش برای همیشه رو دیوایس میمونه، عمومیش رو
از دیوایس میکشید بیرون، چون به شما کی استور نمیده. اگه بگید که اون کلید زوج کلیدی که ساختم عمومیشو به من بده، چه اشکال داره به شما؟ اون کلید عمومی رو از طریق یه API میفرستید برای سرور یک بار. یعنی هر باری که زوج کلید تولید میشه دیگه، اگر طرف اپو دوباره نصب کرد، دوباره باید این کار رو ادامه بده. کلید عمومی رو میفرستید و مثلا تو دیتابیس نگهداری میکنید. زمانی که میخواهید از کاربر بخواید که یه کاری رو مثلا لاگین کنه یا یه کار حساسی رو تایید بکنه، وقتی اثر انگشتش رو میکشه روی دیوایس چه اتفاقی میفته؟ همه عملیات اگه موفقیت تا میز انجام شد، کی استور باز میشه. اون کلید خصوصی در اختیارتونه. برخلاف مثالایی که ما داشتیم که پرپزمون چی بود؟ انکریپت و دیکریپت. مثلا همین مثال یوزر پسوردی که من گفتم یوزر پسورد رو انکریپت میکنیم، نگه میداریم، بعد از اتنتیکیشن دوباره دیکریپت میکنیم، میفرستیم سرور. شما چیزی ندارید که بخواید انکریپت یا دیکریپت کنید. چیکار میکنید؟ اون زوج کلید رو از طریق اون کلید خصوصی ساین میزنید. یعنی مثلا چی میگید؟ یوزر فلان یه کلیمی درست میکنید، مثل توکنای جی دبلیو تو چجوری یه پیلود داره، یه کلیمی درست میکنید، یوزر آی دی فلان، نمیدونم زمان فلان، حالا هر پارامتری که دوست دارید توش اد میکنید، یه امضا روش میزنید از طریق اون کلید خصوصیه که سمپل کدش تو اسلایدهای جلسه قبل هست. بعد اون دیتا رو میفرستین سمت سرور. سرور وقتی اون متدو گرفت، مثل یه توکن باش رفتار میکنه. کی اجازه به شما میده اون کار حساس انجام بدین؟ با اون پابلیکی که از قبل تو دیتابیس ذخیره شده، میاد این توکن امضاشو وریفای میکنه. اگر وریفای شد، ساکسسفول میشه اتنتیکیشن طرف. یعنی سرور تایید میکنه که بله، احراز هویت موفق. اگه نشد، سمپل کدش اینه دوستان. اینجا کلیدو بسازیم که در واقع میگین مشخصش چی باشه. اینجا ما گفتیم دیگه، مثلا الکتیو کرو. البته اینجا شما میتونید از RSA یا الکتیو کرو هر الگوریتمی که دوست دارین برای امضای دیجیتالی استفاده بکنید، چون همیشه کنار امضای دیجیتالی الگوریتم هشینگ هم هست. اینجا از شادی 256 استفاده شده. خب این از این. بعد سیت یوزر اتنتیکیشن ریکوایرد هم تو کردیم، کلید. من دیگه فقط اون تیکای اصلی آوردم. بعد میان کی استورتون رو با این در واقع میخواین کلیدو که بسازین، یا ابجکت سیگنچر میسازین، الگوریتمتون رو باز میگین بهش شادی 256 ECDSA. ECDSA یه الگوریتم امضای دیجیتال به اصل الکتیو کرد. حالا قبلا گفتیم بهش اشاره کردیم، توی راهنمای گوگل هم میبینه، از ورژن 6 به بعد قابل استفاده است. هیچ دیگه، کارتون تمام شد. بقیه چیزا تقریبا همونطوریه، فقط دیتایی رو که شما میخواین ساین بکنید و اینجوری ساین میزنید. سیگنچر اینیت ساین که حالا این پارامتر هم بهش ساین چیز میدین. این کریپتو آبجکتی هم که اینجا ساختین و از طریق این سیگنچر ساینش میکنه. حالا این کریپتو آبجکت رو بفرستین به سرور. داخل کریپتو آبجکت هر چیز رو. مثلا کریپتو آبجکت شما میتونه یه دونه اینستنس از یه کلاسی باشه که دوتا اتریبیوت داره. دوتا اتریبیوتش ست میشه، ساین میشه، آبجکت رو بفرستین سمت سرور، دیسریالایز بکنه، امضاش رو بررسی بکنه و بقیه دست. خسته نباشید، ببخشید طول کشید و طبق معمول من یکی از بخشا رو نرسیدم. اون بس SSL پینینگ. شرمنده، خودتون از اسلاید مطالعه بفرمایید. من در خدمت هستم اگر سوالی چیزی هستش. حالا بیرون ندیگه. بله بیرون. مرسی. تشکر. دوستان بقید سریع‌تر از سوالان بریم که بعد تعبیر دیگه من الان.